میشه به مادرتون نزدیکتر بشین؟ دیرت شده؟ نه دیر نکردم، امروز زیاد کار ندارم، چند تا کار کوچیکه، سعی میکنم زود تمومش کنم و برگردم. من و بیستان برای یه مزایده میریم شرکت، امروز با رئیس شرکت جلسه دارم. ببینم، کمک نمیخواید؟ نه عزیزم، تو خودتو درگیر کارای مامان نکن. ما مجبوریم خونه رو هرچی زودتر تحویل بدیم. وقتی ببینید خونه دست یکی دیگه است خیلی پشیمون میشید. هر چیزی از خونه میخواستم و برداشتم، دیگه چیزی از اون خونه نمیخوام. خواهش میکنم. باشه، هر چی تو بخوای. تو تلاشتو کردی، اگه بخوای بیشتر از این تلاش کنی ناراحتم میکنی. خیلی خوب، باشه. صبح بخیر. صبح بخیر. بالاخره شما رو دیدی مهند بیک. ببخشیدم، نمیتونم بوستتون کنم. لازم نیست، معلومه که مریض بودی. الان بهتری؟ بد نیستم. چرا اینطوری حرف میزنی؟ بابا رو نگران میکنی. اگه دیشب رفتی بیرون پس بهتر شدی. چون مجبور بودم برم، مثل آدمای مست رفتم. مجبور نبودی، میخواستی لج کنی. بچه ها تمومش کنید. چی بس کنید؟ من اصلا حرف نزدم. منظورم بچه ها بود، نه به تو عزیز دلم. بشین، عجله داری؟ میخوام برم سر کلاسم اونجا. چقدر خوشحالم این حرفو میشنوم. فیروزه خانم نمیان صبونه بخورن؟ آخه چه جوری بیاد؟ اون که نمیتونه. هنوز نمیتونه راه بره. باید یه صندلی چرخدار براش بیاریم که راحت تو خونه بچرخه. حوصله‌اش که سر رفت میبریمش تو حیاط یا هر جایی که دلش خواست. ممنونم عزیزم. من براش یه صندلی خریدم. خوبه، آفرین. خب پس بریم بیاریمش که با هم صبونه بخوریم دیگه. اون الان بیدار نمیشه مراد جان. فعلا خیلی زوده. یه چای دیگه میخوای؟ نه خیلی ممنون، راستش دیگه باید برم. تو چرا نمیشینی؟ فعلا خدافظ، سیر شدم. قرصاتو با خودت ببر. تو که بازم لباس کم پوشیدی. به نقش پرستارا خیلی علاقمند شدی؟ معذرت میخوام. مهم نیست. خداحافظ. مثل این که بهتر شده. کت سینی رو بذار پایین دیگه. منتظرم درست بشینین. درست بذارش، نزدیک بود بیفته. معلومه که هیچ کاری بلد نیستی دیگه. برو کنار، پنجره رو باز کن یکم هوا بیاد. تو این خونه دارم خفه میشم. صبح بخیر. نه یا تو خواهشن. صبح اصلا قیافم خوب نیست. این چه حرفیه؟ شما همینجوریش هم خوش قیافه هستین، چرا اینقدر نگرانی؟ مهند، اولین باره که خوشگل میبینمت. این حرفات هیچ فایده ای نداره. صبح قبل از این که بهت اجازه بدم حق نداری بیای تو اتاقم، فهمیدی؟ نه نفهمیدم. اینجا دارم قدرت خدا رو تو خلق زیبایی شما میبینم. اذیتم نکن، من مریضم، برو بیرون مهند. باشه الان میرم، ولی وقتی از دانشگاه برگشتم بازم میام. خدا نگهدار. این پسر دیوونه است. به آرایشگر زنگ بزن کاتی. چشم. بهش بگو زود بیاد، بهش بگو مانیکوریست و پدیکوریست هم با خودش بیاره. تو اینجا چی کار میکنی؟ به حرفای ما گوش میدی؟
اینا رو ببر. صندلیم بیار، میخوام برم دستشویی. اینا همشون خشکن، نمیتونم اول صبح تحملشون کنم. صبح بخیر. صبح بخیر. هنوز صبحونتون رو تموم نکردی؟ صبح بخیر. صبح بخیر. سهیلا اومد. یعنی تو اول صبح دم پنجره منتظر اون بودی؟ میخواستم ببینم هوا چجوریه که چی بپوشم. زود باشین، دیرتون میشه. میدونید همه بچه های گروه امروز نمیرن مدرسه. همه منتظرن ما جامو ببریم. حالا چجوری بهشون بگیم باختیم؟ مراد اینقدر خودتو ناراحت نکن. هر کی پرسید جام کو بگو سال دیگه میارمش و خودتو راحت کن. بکردی من بگم اونا باور میکنن؟ طبیعیه که اونا باور میکنن. اونا که نرفتن بازی کنن. میرم کیفمو بیارم که بریم. نه حال، کیف منم بیار، ازت خواهش میکنم. خودت چرا نمیاری؟ خواهش میکنم. باشه. خانم خیلی بهتون سلام رسوند. آه سلامت باشن. شما چه خبر؟ طاووس نیومد اینجا؟ آره اومد. صبح بخیر سهیلا جان. چه خبر؟ خوب بود. تو چه خبر؟ هیچی، غیر از اینکه به کارهای فیروزه خانم برسیم. همه درگیرشن. جمیله تو هم باید مواظب حرف زدنت باشی. معذرت میخوام بابا. زود باش اینا رو ببر، اگه دیر ببری سمر خانم فکر میکنه ما خیلی کند کار میکنیم. حواسم بهش بود شهیره، همونطور که گفتی درست بود. این دختر عوض شد. همون که بهت گفتم؟ تو دخالت نکن. زود باش برو لباساتو عوض کن. زود باش دیگه. خب نظرت چیه؟ چی بگم والا، بشیر پسر خیلی خوبی. خودمون بزرگش کردیم مثل پسرمونه. کجا میتونیم بهتر از اون پیدا کنیم؟ منم موافقم. میگی که دخترمون دوستش داره، درسته؟ بشیرم باید دوستش داشته باشه. اما نمیشه با اطمینان گفت که اون دوستش داره. باید با هم دیگه تنها برن بیرون تا بتونن حرفاشونو بزنن. اینجا جلوی چشمای ما خب طبیعیه دیگه، روشو نمیشه با هم حرفی بزنن. ما باید بهشون کمک کنیم. درسته. آره. هیچ کس سر میز نبود، همه سیر شدن. جمیله برو لباساتو بپوش و حاضر شو. تو هم میتونی با بشیر بری برای خرید. زود باش. واقعا؟ آره عزیزم، فقط زود باش برو، باید عجله کنی، دیرشون میشه. من برم لیستو بدم به بشیر و برگردم. پس بهشون بگو که جمیله هم میاد. یه وقت بیروش نیاری یا باشه؟ باشه باشه بابا، نترس. ای وای. زود باش. یواش داد نزن، مهمونو اذیت میشن. یواشتر یواشتر. من اومدم. ببین چیزی جا نذاشته باشی دیگه بر نمیگردیم. چرا دیشب کیفتو آماده نکردی؟ الان داری آمادش میکنی؟ معذرت میخوام، دیشب خیلی خسته بودم. خب صبح بخیر. صبح بخیر. چرا تو خونه اینک آفتابی زدی؟ مگه فضولی؟ تو چرا وایستادی؟ برو. تو خونه که آفتاب نیست، فیروزه خانم چرا اینک زده بود؟ تو چی کار داری؟ به خاطر اینکه چشای قشنگشو نبینی. نه حال، چی بهت گفتم؟ واقعا که
آه، اونا سوار ماشین شدن. یه لحظه. پشیمون شدم بهت گفتم باهاشون برو. معلوم هست چی کار میکنی، زود باش دیگه. بگیرش. خدا به خیر کنه. ببخشید معطل کردم. اشکال نداره. مامانو میبینم و بعد میرم بیرون. باشه، منم قبل از اینکه برم فیروزه خانومو میبینم. میشه بیای؟ حتما. بیا عزیزم. صبح بخیر. صبح تو هم بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. امروز بهتری؟ امروز حالم بهتره. میخواین بریم بیرون؟ عدنان میره شرکت. منم قصد دارم برم پیش بیستان به خاطر اون مزایده. همه یه خاطراتمون تو مزایده میره. مگه نگفتی که هیچ کدومو نمیخوای؟ گفتم نمیخوام، ولی حس میکنم دارم تیکه تیکه میشم. املاک مالک بک همش از بین میره. تمام گذشته ها و لحظه های خوب میره. معذرت میخوام اول صبح اوقاتتون رو تلخ کردم. واقعا ببخشید. یه مدت باید تحمل کنیم، چاره ای نداریم. من باید برم فیروزه خانم. بابت همه چیز ممنونم. خدا به همراهت. خداحافظ عزیزم. مواظب خودت باش. تو هم همینطور. به بیسان سلام برسون. حتما عزیزم، خداحافظ. منم باید برم، ظهر میبینم. باشه سمر. هیچی پول نداریم. الانم آرایشگر میاد. ببخشید، اصلا حواسم نبود. الان برات میذارم. قاطیا دیگه سفارش نمی کنم. مامانم رو تنها نذار. خیالت راحت سمر خانم، حواسم هست. موضوع اتاقم حل میکنم. خیلی ممنون. خدا حافظ. موفق باشید ادنان بگ. خدا همراه و نگهدارت باشه. به سلامت. میتونم بیام تو؟ بله حتما. لمیز خانم، به خاطر موضوع کاتیا اومدم اینجا بخوابه. نمیشه با سهیلا تو یه اتاق باشه؟ نظرت چیه، تو اتاق جمیله باشه بهتر نیست؟ بله درسته، با شهیره صحبت میکنم. من به شهیره گفتم حالا هر کاری که فکر میکنی درسته انجام بده. بگو یه رخت خواب دیگه بذارن تو اتاق جمیله. باشه. خیلی ممنون. تو که تو این اتاق راحتی ها؟ بله راحتم. این عکسو قبل از مسابقه گرفتیم. عکاسی یه دونه چاپ کرده، نهال دادش به من. موها تو باز گذاشتی؟ از استانبول که میری بیرون مدل عوض میکنی؟ نه، حالا ازم خواست. حق داره، اینطوری بیشتر بهت میاد، خیلی قشنگه. ممنون. از این عکس خوشم میاد، یه عکس خانوادگی. دیگه باید برم، دیرم میشه. موضوع کاتیا رو فراموش نکن. یادم نمیره. Thank you.
این مدرسته؟ آره، ساختمون قشنگی. درسته. بعد از کلاس میبینم از بشیر. خدافظ. خدافظ. خدافظ جمیله. بهتون خوش بگذره. خیلی ممنون. کجا میری؟ میخوام بیام جلو بشینم. توقع داری مثل آدمای غریبه بشینم اون پشت؟ سلام نهال. ببینم آنکارا چطور بود؟ خوب بود. میدونی دلمون برات تنگ شده بود، امروز یه جشن میگیریم. نکن. بری. همشون بچه پول دارن. ببینم سفر خوش گذشت؟ بریم دیگه، زود خریدمونو بکنیم که وقت هم برامون بمونه. چطور مگه؟ نمیخوای برای اولین بار به یه استکان چای دعوت هم کنی؟ خیلی خوب باشه. بفرما. ممنونم، متشکر. اینم درسایی که دیروز نوشتی. دست درد نکنه، ممنونم. خب حالا کی میخواد جزوهات رو بنویسه؟ به تو چه ربطی داره؟ چیه حسودیت شده؟ بریم سر کلاس بچه ها. قزمو بخورم میام. زود با شایده بیه. الان میام. مهند من میخوام باهات صحبت کنم. الهام رفت، میتونی پای سرش حرف بزنی. نه در مورد الهام نیست، در مورد زنموته سمر. دیروز دوست مامانم خونمون بود، درباره تصادف فیروز خانم صحبت میکرد. میگفت سمر مامانشو با یه مرد تو مزرعه دیده، باباشم با اون بوده، همه چیزو میبینه و عصبانی میشه، همونجا سکته میکنه و میمیره. از اون روز به بعد دیگه سمر از فیروز خانم متنفر میشه و اونو قاتل باباش میدونه. نمیدونم بعد از اون آشتی کردن یا نه. نه دوست مامانت خرافاتیه، اصلا همچین چیزی پیش نمیده. اگه چیزی بود بیسان به من میگفت. شماها که دیگه با هم رابطه ای ندارین، اون چطوری میخواست بگه؟ نه ترس، اول از همه من میفهمیدم. الانم فیروزه خانوم خونه ماست. همه این حرفام چرند و پرند. این حرفا رو اصلا باور نکن. من چیزی که شنیدم و گفتم. این حرفای خاله زنکی رو باور نکن. باشه. خیلی خوب، کافیه. نمیای بری؟ الان میام. ما هر چیزی که میخواستیم برداشتیم. چیزایی که مونده رو میتونی بفروشی؟ درسته سمر خانم، ولی ما بعضی چیزها رو میتونیم ببریم. یه نگاه بهشون میندازم و بعدم باهاتون صحبت میکنم، میگم که چه چیزایی فروش میره. بله درسته، بعضی از وسایل عتیقه است. فکر نمیکنم همه چیز تو مزایده فروش بره. بدتر از این نمیشه. این مزایده تو دهن همه میفته. ببین حالا چیا میگن. فیروزه خانم همه چیزشو تو مزایده گذاشته. نگران این موضوع نباشید. درخواست کردم این مزایده توی جای بسته و دور از خبرنگارا باشه. فقط به مشتری خاص گفته شده. اگه بعضی از این موضوع خبردار نشن میمیرن. هر کسی میخواد بمیره بذار بمیره، برام مهم نیست. من یه درخواست دارم، فقط نمیخوام که همسرم توی این مزایده شرکت کنه. میدونم که فقط میخواد یه کمکی کنه. من ازش خواهش کردم که نیاد و حالا به شما میگم. نمیخوام یه قرونم بابت یه تیکه بپردازه. هر چی شما بگین سمر خانم. لطفاً اینجا رو امضا کنین. باشه، فقط یادت بمونه که بقیه پرونده ها رو هم به موقع بیاری که رسیدگی کنم. حتماً در اسرع وقت. درسم چند تا تر از چند تا پاساژ هست که هنوز وقت نکردم ببینم، اونا رو هم بیار. چشم. یادت باشه از این به بعد نهاد مسئول رسیدگی به خیلی از این پرونده هاست، پس حواست بهش باشه. حتماً قربان.
عدنان بک تنهاست؟ با وکیل ایمن هستن. باشه. وقتی رفتم بهتون خبر بدم؟ نه لازم نیست. میخواییم اینو نگهش داریم، لطفا نفروشیدش. بله حتما. بیسان موبایلت زنگ میخوره. بله عزیزم. سلام عزیزم، برات یه خونه قشنگ پیدا کردم. واقعا؟ راست میگی؟ کجا؟ تو اولوس، توی آپارتمان. زیاد بزرگ نیست ولی خوبه. اگه بخوای میریم میبینیمش. حتما تو دیدیش نه؟ راستش من عکساشو توی اینترنت دیدم. معلومه که قشنگه. اتاق بچه‌م بزرگه. پس بریم ببینیمش. فردا میریم میبینیمش. اون وقت نظرتو بهم بگو. خیلی خوب باشه. بفرمایید. خداحافظ عزیزم. چی میخوای پدر؟ اومدم ببینمت. خواهش میکنم برام مشکل درست نکن بابا، اینجا محل کار منه. مادرت میخواست از خونه بره. خب طبیعیه. حالا اون چرا میخواست بره؟ به خاطر تو میخواست منو ول کنه و خونه بره. اما من نذاشتم. نه به خاطر اینکه نمیتونم بدون اون زندگی کنم. من نذاشتم بره چون که این موضوع خیلی پیش پا افتاده است. شرطی که برای موندنش گذاشته آشتی کردن با توه. تو خیلی سعی کردی آشتی کنی، این دفعه من میخوام سعی کنم. موضوع خنده داریه؟ میبینی بابا هنوز بلد نیستی معذرت خواهی. من معذرت خواهی نمی کنم، دارم به یه فرصت میدم احمق. بیا توی شرکت خودم کار کن. تا کی میخوای از مردم صدقه بگیری؟ من اینجام چون لیاقتشو داشتم. اولین بار تو زندگی موفقم چون تو با من نیستی و احساس قدرت میکنم. ممنونم که اومدی اینجا بابا، ولی من پامو تو شرکت تو نمیذارم. خواهشان درک کن. باشه، تقصیر تو نیست، تقصیر منه که اومدم دنبالت. بابا با خودم گفتم درست نیست که تا اینجا بیام و تو رو نبینم. اگه پشیمون شدی یا میخوای معذرت خواهی کنی دیر اومدی، دیگه برامون مهم نیست. برام هیچ اهمیتی نداره. میرسه روزی که تو برمیگردی پیش خودم. قول میدم که اون روز نرسه بابا. میدونی که منم لجبازم عین خودت. پسر تو هم دیگه. به خاطر مامانم اومده بود. غرورش اجازه نداد معذرت خواهی کنه. داره سعی میکنه
چه منو برگردونه به شرکت خودش. نهاد، اگه فکر میکنی رابطت با پدرت خوب میشه، ازت خواهش میکنم برگرد پیشش. درسته که پسر زرنگی رو از دست میدم، ولی اشکال نداره، برو پیشش. من بر نمیگردم پیشش، پشیمونم نمیشم. آرتور راحتی؟ قرار بود که بیای چای بخوری، پس چرا نمیخوری؟ نیومدم چای بخورم، اومدم حال هوام عوض شه. چیزی نخریدی؟ من اومدم یکم هوا بخورم، ولی تو میخوای همه وقتمونو بذاری واسه خرید کردن. باور کن به زود جای پارک برای ماشین پیدا کردم. باشه، چون من اومدم زود میخوای بری. طبیعیه، تو همش میری گردش، یه روز مزرعه، یه روز دریا، یه روز آنکارا. چرا اینجوری حرف میزنی جمیله؟ بگو ببینم چته. من هیچ دوستی به غیر از تو توی این دنیا ندارم بشیر. من مثل شما مدرسه نرفتم. کسی مجبورت نکرد، خودت ول کرد. آره درسته، من ول کردم چون خیلی نادونم، مگه نه؟ هیچ کس دوستم نداره. گریه نکن، گریه نکن دیگه، برگشتنی یه دوری میزنیم. به خاطر گردش گریه میکنه. آره به خاطر گردش. زود بلند شد تا دیر نشده. ممنون مامان. آره من خونشون موندم. سمر و عدنان بیک خیلی اصرار کردن. آره خونه رو فروختم مامان. بابا یه نهاد خونه رو خریده. آره دارم دنبال خونیه قشنگتری میگردم، خیلی قشنگتر از اون. این خونه شده بیمارستان، هر کی دلش میخواد میاد، هر کی دلش میخواد میره، معلوم نیست چه خبره. خودش کم بود باید از آرایشگرشم پذیرایی کنه. نمیدونی وقتی که با دوستاش حرف میزنه چقدر بهشون دروغ میگه. انگار که مردم نمیشناسنش. صبح سلیمان خان داشت در موردش حرف میزد، الانم شما چرا در مورد فیروزه خانم حرف میزنی؟ کی ما؟ کی گفته درباره اون حرف میزدیم؟ حواستون باشه، اجازه نمیدم پشت سرش حرف بزنی. کاتیا یادت رفته خودت چقدر پشت سرش حرف میزدی؟ بهتره تمومش کنی. من کسیو که تو این وضعیت نذاش برم خیلی عزیز میدونم، پس بنابراین هیچ وقت پشت سرش حرف نمیزنم. تو کجا داری میری؟ صبر کن، ما چی کار به کار اونا داریم؟ الان شدن دو نفر، کاتیا و فیروزه خانم، خوشت اومد؟ خدا رحم کنه، ما چجوری میخواییم این را تحمل کنیم نمیدونم. اون لیمو رو بده به من. جمیله مواظب باش ماشین کثیف نکنی. خب بشه، نکنه ماشین مال توی ما نمیدونیم. دلم میخواد منو ببری سینما. حتما دیگه. بذار فکر کنم. ای این دیگه چه میخواد؟ خوش اومدی سهر خانم. سلام کاتیا. سلام.
اتاق فیروزه خانم کجاست؟ اولین اتاق سمت راست. خیلی قشنگ شد. خواهش میکنم. به 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 به، ماشالله ماشالله، چه خوشگل شدی. ماشالله، خوش اومدی عزیزم. مثلا من اومدم ملاقات مریض. چطوری سنان؟ ممنون سویر خانم. بفرما بشین. مرسی. خسته نباشید. سلامت باشین. همه سفارشاتون رو آوردی. آه، دستتون درد نکنه. دست درد نکنه بسه. هر کس ببینتت باورش نمیشه چند روز پیش توی مراقبت‌های ویژه بودی. چه ته سهیر، ببین میتونی چشمم بزنی؟ من که چشمم شور نیست. قهوه میخوره دیگاره؟ الان میارم. فیروزه جون، نمیدونی وقتی اینجوری دیدم چقدر خوشحال شدم. خوبه، مرسی، خوب شده. اول رفتیم خرید کردیم، بعدش بشیر یه فنجون چای مهمونم کرد، بعدم یکم دور زدیم و اومدیم. خیلی خوبه، ببینی چقدر خوشحاله. الانه که از خوشحالی پرواز حالا کنه. حالا هر روز میخواد بگه منم با خودت ببر. آره فکر کنم. مگه قول ندادی ببریم سینما؟ هنوز قول ندادم. باشه باشه، یه روز میبرمت. دو تا فنجون قهوه واسه فیروزه خانم. بله حتما. من برم لباسم عوض کنم. از اتاق جدید خوشت اومد؟ اتاق جمیله؟ هنوز ندیدمش. وسایلتو بردم اونجا. یعنی یه جای مخصوص برای من نیست؟ خدا رو شکر که جمیله راضی شد بری پیشش. همین خوبه که یه جایی واسه خواب داری. مهمون باید به هرچی جلوش میذارن راضی باشه، نباید که سفارش بده. میرم اتاقو ببینم. میرم یکمی قدم بزنم. آره برو یکم قدم بزن و به هیچی فکر نکن. آه، منم ببینم کجا میتونم فرار کنم. میخوام اتاقو ببینم. حمدی برام تعریف کرد که چی بهش گفتی. که اینطور روحیه خوبی نداره. از بیمارستان یک راست اومد پیش من. چرا این کاری کرده فیروزه؟ اون موضوع دیگه تموم شد. تاوان بدی پس دادم. اون مسبب کینه یه سمر به منه. سمر رفته بود پیشش که باهاش حرف بزنه. نه امکان نداره. بیسان هنوز از موضوع خبر نداره؟ نه نمیدونه. مطمئنم که سمر بهش چیزی نمیگه. اصلا این موضوع تموم شده. بحثو عوض کن، خواهش میکنم. باشه دیگه در موردش حرف نمیزنم. خدا بهت رحم کرد. به خدا چشمت زدن فیروزه؟ حتماً. آه یادم افتاد، الان زنگ میزنم به شلبی بیاد یه فال برات بگیره. آره فکر خوبیه، الان بچه ها میان، فال اونا رو هم میگیریم. امیدوارم مامان پشیمون نشه که بگه چرا وسایلو فروختین. مامان هیچ حرفی نمیزنه چون یه قرونم تو جیبش نمونده. نگران نباش. چه بلوی سرمون اومد. چی میخوای؟ الان میام. بفرمایین. خیلی ممنون. به سلامت. خیلی خوش آمدید. بفرمایین. یه تست بارداری میخوام لطفا. بله خانم، الان میدم. بفرمایین. ممنون. به سلامت. یعنی چی کار داره؟
الو. سلام عرض شد. سلام. مزاحم شدم اسم دارویی رو که به من دادین رو بپرسم، چون دوستم هم مثل من حالش بد شده. من بیرونم، بذار وقتی برگشتم. باشه ببخشید. خداحافظ. سمر، معذرت میخوام، اشتباه میکردم. باید هم معذرت خواهی کنی. قصد نداشتم ناراحتت کنم. از این که اینقدر بهم رسیدی ممنونم. لازم نیست، اگه تو هم جای من بودی همین کارو میکردی، هرچند تو از این کارو بلد نیستی. حق با شماست، به هر حال ازتون معذرت میخوام. تو خونه میبینمت، خدافظ. چی میخواست؟ صبح یکم با هم بحث کردیم، حالا پشیمون شده. داشت معذرت خواهی میکرد. عجیبه، میبینم که خیلی بهش اهمیت میدی. تو هم داری حرفای مامانو میزنی؟ به نظرت زیاد بهش رو ندادی؟ تو به من شک داری بیسان؟ نه به خدا، نظر حرفای مامان درست عذاب در بیاد، چون این مهند یه چند وقته که دیگه برام گل نمیفرسته. فکر کن اون هر روز داشت برام گل میفرستاد، حتی موقعی که تو ماه عسل بودم. درسته اون پسر خوبیه، اما خیلی آدم احساساتیه، باید مواظب خودت باشی. مهند با من تو یه خونه زندگی میکنه، من کاری باهاش ندارم، فقط مریض شد و کسی نبود ازش مراقبت کنه، پس من این کارو کردم. دیدی بهش رو دادی؟ تازه گفتی که باهات بد حرف زده. تو رو خدا بس کن بیسان. چیه؟ ویتامینه، چیزی نیست. زود باش دیگه، شروع کن، خسته شدم. من حاضرم. ببین چی در اومد. حتما یکی شما رو چش زده خانم. ببین زبونش هم در اومده. دقیقا میبینی چجوریه؟ باورم نمیشه چی دارم میبینم. این چیه خانم؟ الانه که اینا خونه رو به آتیش بکشن. چرا؟ چی شده؟ هیچی، خانم تو سالن گاز روشن کرده، الانه که آتیش بگیره. بهشون گفتم این کارو پایین انجام ندین، کاتیا خانم گفت نمیتونه. اتاقم ازم گرفته، چشم قرن به هم میره. در مورد خودش چی فکر کرده؟ نادون. عدنان بگ از این کارا خوشش نمیاد، قبول نمیکنه کسی اینجا این کارا رو بکنه. سمر خانم اومد. به خدا فیروزه خانم، خدا بهت رحم کرده. درسته، دیدین که چه شکلی شده بود؟ یادت آخرین بار چی بهم گفتی؟ گفتی یه مشکلی تو آخرای ماه اول برام پیش میاد. بله خوب یادمه. خدا رحم کرد. دستاتو تو هم گله نکن فیروزه خانم، پارچه رو دوباره بگیرید. و این آخریش بود. راحت شدم. مامان معلومه داری چی کار میکنی؟ سلام، خوبی؟ سلام. خوب شد اومدید، بشینید، شما هم لازم دارید. مامان این چه کاریه؟ چرا سمر جان، برای چشم زخم خیلی خوبه. ممنونم، من نمیخوام. تو چی بیسان؟ نه منم نمیخوام. باشه هر جور راحت. پس بهتره وسایلو جمع کنیم.